بسم الله الرحمن الرحیم روز بسیار خوبی برای همه ما برای مردم بسیار عزیز استان استراتژیک هرمزگان که این مردم این استان هستند که از تنگه بسیار مهم هرمز حفاظت میکنند و این استان هست که با بنادر مهمش کالاهایی که باید به کشور وارد بشه و حتی به سایر کشورها در مناطق شمالی کشور ایران و همچنین برای صادرات کالاهایی که مورد نیاز هست این استان و این بندر نقش بسیار اساسی و مهمی رو داره البته در بقیه زمینه ها در زمینه صنعت در زمینه تولید بنزین پالایشگاه‌های های بسیار عظیمی که داره و از همه مهمتر مردم بسیار خوب و وفادار و مرزدار اما از شیعه و سنی که در کنار هم هستند و نکته مهم دیگر این که جاسک به زودی تبدیل میشه به یک بندر بسیار مهم صادراتی نفت ما و بنابراین جایگاه این استان روز به روز جایگاه رفیتر و مهمتری خواهد بود من در اینجا میخوام از همه دستن وزارت نیرو و همه سرمایه گذاران و کارآفرینان در بخش خصوصی و شرکت های وابسته به دولت عمومی غیر دولتی همه اونهایی که کارگران، مهندسین، طراحان، اونهایی که ما رو دارن خودکفا می سازن در همه این زمینه ها میخوام تشکر و سپاسگزاری بکنم به مردم عزیز ایران عرض کنم که همه ما توجه داریم اما چون وقتی آدم در داخل نعمت هست از نعمت غفلت میکنه و وقتی نعمت زایل میشه توجه پیدا میکنه که چه نعمت بزرگیه چون الحمدلله برق ما قطع نمیشه آب قطع نمیشه توجه به این نعمت یه خورده سخت میشه مثل ماهی که در آب هست حس نمیکنه که آب چقدر مهمه الحمدلله در بخش های مختلف تصفیه آب رسوندن آب به روستاها بخش فاضلاب آب، ها و امروز آب شیرون کنهایی که ما داریم میبینیم کار عظیم و بزرگی است که داره انجام میگیره حالا برای اینکه مردم ما توجه کنند بیشتر ما در آغاز پیروزی انقلاب هفتاد و درصد مردم شهرهای ما و جمعیت شهری ما از آب بهداشتی برخوردار بوده و امروز این 74 رسیده به 99 ممیز 9 یعنی کار بسیار بزرگی انجام گرفته مردم شهرستان های ما از آب برخوردارن از آب بهداشتی روستاها هم الحمدلله یه حرکت بسیار خوبی آغاز شده و داره پیش میره که حالا آمارش من چند بار اشاره کردم که کار عظیم در تصفیه خانه هم همینطور ما آغاز پیروزی انقلاب بیست و تصفیه خانه در کشور داشتیم و امروز که ما در خدمت شما هستیم با محاسبه اقداماتی که تا پایان امسال میشه 167 تصفیه خانه پایان سال 99 خواهیم داشت یعنی بیش از 6 برابر شده تصفیه خانه های ما از آنچه که قبل انقلاب بوده نسبت به امروز امسال حدود 12 تصفیه خانه افتتاح میشه و انشال افتتاح شده و میشه تا پایان سال سال آینده هم در 6 ماه اول امیدواریم 8 تصفیه خانه افتتاح بشه و حالا در فازلاب که تصفیه خانه های فازلاب وضع ما خیلی بهتره اون آغاز انقلاب چهار تا تصفیه خانه فازلاب بیشتر نبوده و تا پایان امسال 255 تصفیه خانه فازلاب خواهیم داشت که 63 برابر اول انقلاب میشه یعنی مردم عزیز ما بدونن اونایی که میگن انقلاب چه کار کرده انقلاب اسلامی فقط در بخش تصفیه فاضلاب نسبت به قبل از انقلاب شست و سه برابر تلاش کرده و ما دست همه مهندسین و کارگران رو میبوسیم امروز ما با یک مسئله مهمی در افتتاح روبرو هستیم و اون اینکه چگونه باید از همه منابع آب ما به خوبی استفاده کنیم البته منبع اصلی آب آشامیدن و آب شیرین ما منبع اصلیش آسمانه اما در این حال ما میتونیم از آبهای دیگر هم چون ما رو کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار داریم مخصوصا بخش جنوبی ما شرقی ما به خاطر کم آبی هایی که داره باید از آب دریا هم ما استفاده کنیم البته اولویت اول ما ممکنه نباشه اما به هر حال جزو مواردی است که ما نیازمندیم هم برای آب شرب مردم هم برای صنعت و سایر نیازمندی ها ما نیاز داریم از بخشی از آب دریا استفاده و بهره برداری بکنیم حالا این آب دریا گاهی استفاده می کنیم بدون نمک زدایی یعنی آب شور رو وارد می کنیم حالا برای صنعت برای آبزیان مصارف دیگری که ما داریم گاهی باید این آب رو شیرین کنیم و آب شیرین و نمک زدایی شده رو وارد فلات قاره بکنیم خب هر دو کار داره انجام میگیره امروز یک رقم حدود 26 میلیارد متر مکعب آب داره در اختیار استانهای ساحلی قرار میگیره بدون نمک زدایی یعنی آب وارد میشه برای مصارف مختلفی که دارن حالا استانهای ساحلی ما از بوشهر گرفته تا هرمزگان تا سیستان و بلوچستان و حالا اگر نیاز باشه در واقع خوزستان هم در همین ساحل قرار داره اگر یه وقتی نیاز داشته باشه و از اونور هم استانهای ساحلی هم غیر ساحلی نیاز دارند به آبی که آب شیرین باشه و در اختیار اونها قرار بگیره یعنی نمک زدایی هم انجام بگیره بنابراین برای استانهای ساحلی بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب در نظر گرفته شده که اینها شیرین بشه چهار و چهار هم که وقتی شیرین میشه تبدیل میشه به یک و چهارده هم یعنی یک به سه تقریبا اینا هست چهار میلیارد و چهارده هم رو وقتی ما نمک زدایی کنیم یک میلیارد و چهارده هم آب شیرین رو در اختیار ما میگذره اینا برای استانهای ساحلی برای استانهای غیر ساحلی مثل خراسان جنوبی مثل کرمان مثل یزد مثل سمنان اینایی که غیر ساحلی هستند و حتی خراسان رضوی که اینها نیازمند هستند به آب ما باید از آب دریا استفاده بکنیم حالا خلیج فارس دریای عمان دریای خزر فرق نمیکنه اینجا باید نمک زدایی کنیم و آب رو منتقل کنیم که برای استانهای غیر ساحلی هم سه و دهم میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده که وقتی تبدیل میشه به آب شیرین یک دهم میلیارد آب شیرین رو در اختیار میگذاریم. خب بسیار مهمه که ما این آب مورد نیاز رو البته این ما نیستیم خیلی از کشورهای دنیا هستن از آب دریا استفاده میکنن شما میدونید کشورهای جنوبی خلیج فارس و دریای عمان غالبا از آب دریا استفاده میکنن و نمک زدایی میکنن و میبرن بهره برداری میکنن ما هم این کار رو باید انجام بدیم البته در چارچوب محیط زیست در چارچوب اقدامات دیگری که باید ما انجام بدیم که وزارت نیرو سهمیه رو تعیین میکنه ابلاغ میکنه و بخش خصوصی ما عمدتا باید بیاد سرمایه گذاری بکنه و این آب رو شیرین بکنه و با فروش اون بتونه هم سرمایهش و هم سودش رو به دست بیاره حالا در بخش آب شیرین کن ما الان مجموعا 61 آب داریم در کشور که 36 آب کنش مربوط میشه به استان هرمزگان یعنی بیشتر این رقم اختصاص پیدا کرده به این استان در حال تاسیس ما 24 آب کن در حال تاسیس داریم که باز 9 عدد اونها اختصاص پیدا میکنه 9 موردش باز بستان و هرمزگان و در مجموع اونهایی که داره تکمیل میشه اونهایی که تکمیل شده 85 آب شیرین کن میشه در نهایت از این 85 آب شیرین کن 54 آب شیرین کن در دولت تدبیر و امید به سمر نشسته یعنی از 485 هزار متر مکعب آبی که از آب شیرین کنها به دست خواهد آمد تا پایان سال 330 هزار متر مکعب آن مربوط میشه به دولت یازدهم و دوازدهم و من در اینجا میخوام تشکر و سپاسگزاری بکنم از وزارت نیرو و همه دستن در تاران محیط زیست و بخش خصوصی و اونهایی که دارن سرمایه گذاری میکنن در این کار مهم و بسیار ارزشمند ما اگر میخوایم کشور رو متحول بکنیم همه ما میدونیم که آب و برق از نیازهای اولیه ما هست و باید تأمین کنیم و همه ما میدونیم که منطقه شرقی کشور ما جنوبی کشور ما خشک هست در میان کویر قرار داره استانهای هاشی کویر نیازمندن و بنابراین در این زمینه ما باید تلاش وافری رو انجام بدیم من در اینجا که آقای وزیر نیرو اشاره کردن که تا حدی تونستن پیک صدایی بکنند با مقررات با فرهنگ مردم با کمک مردم این بسیار مهمه که مردم با فرهنگ بلندشون ما رو یاری کنند و کمک کنند توی این شرایط خاص که حالا ما تو شرایط بیماری هم هستیم و تو این شرایط بیماری آب و برق برای ما بسیار مهمه اینکه ما به مردم تاکید میکنیم مداوم دست خودتون رو با آب صابون بشورید و مسئله بهداشتی رو تأکید میکنیم اینکه که بیمارستانهای ما به طور مرتب باید به بیماران عزیز ما رسیدگی بکنند خب اگر برق نباشه اگر از اون ور آب نباشه مشکلات چند برابر میشه گاهی اونقدر پیچیده میشه که ممکنه حتی جان انسانهایی به خطر بیفته بنابراین کاری که داره امروز انجام میگیره در زمینه آب و برق بسیار مهمه و بسیار ارزشمنده و من یه نکته دیگری میخوام اضافه کنم خدمت ملت بزرگ ایران ما در شرایط تحریم هستیم ما در شرایط فشار بسیار سختی هستیم ولی همه این هایی که داره افتتاح میشه چه نیروگاه برق باشه چه آب شیرین کم باشه چه تصفیه آب باشه چه تصفیه فاضل آب باشه بخش اعظم اونها به دست ایرانیان عزیز ما ساخته میشه همین الان نیروگاهی که افتتاح شد اعلام شد که این نیروگاه رو مپنا درست کرده بنابراین ما الان در بخش برق که یک صنعت پیچیده‌ای ای است حدود 90 درصد این صنعت خودکفایی است در داخل به وجود میاد ما نیازمندی ما به حد اقل رسیده و باید یک کاری بکنیم به صفر برسه پس این هم مهمه که هم ما در این شرایط سخت سر سرمایه گذاری ها رو انجام بدیم و هم بسیار مهمه که در این صنایع پیچیده خودمون خودکفا بشیم الحمدلله امروز در زمینه بهداشت و درمان و نیازمندی هایی که برای مبارزه با همین کرونا داریم شما میبینید از ماسک گرفته تا انواع نیازمندی ها و تجهیزات تا ونتیلاتور تا بقیه تجهیزات توسط نیروهای متخصص داخلی خودمون داره تولید میشه ما رو خودکفا کرده و حتی در بعضی از بخش ها ما را قادر به صادرات کرده بنابراین هم من سپاسگزاری میکنم از اصل تلاش و اقدام مضاعفی که داره انجام میگیره و هم به خاطر اینکه ما در مسیر خودکفایی هستیم رو پای خودمون ایستادیم و در این شرایط سخت ما میتونیم مسیر توسعه رو ادامه بدیم یک بار دیگر میخوام به مردم هرمزگان تب تبریک بگم به خاطر این روز بسیار خوب به ملت بزرگ ایران تبریک بگم به مردم عزیز مشاگرد که ما از اول انقلاب حالا در همین صدا و سیما فیلم های از همون روزهای اول انقلاب هفته های انقلاب توی این بشاگرد پخش می شد مردمی که در صعوبت، سختی، مشکلات، راه نبود، آب نبود، آموزش نبود، بهداشت نبود الحمدلله تو جمهوری اسلامی ایران قدم به قدم این کارا انجام گرفته و برای من بسیار خوشحال کننده بود که امروز داریم افتتاح می کنیم آبی که در این مسیر طولانی با ارتفاعات فراوان با پمپاژهای زیاد باید از یک صد برسه به دست مردم و الحمدلله فاز اولش امروز افتتاح شد برای همه ما شیرین بود انشاءالله برای مردم عزیز و خوب بشاگرد ما هم گوارا باشه و همه ما بتونیم خادمان بسیار خوبی برای مردم بسیار عزیز و خوب ایران سربلندمون باشیم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته